آغاز رابطه بین دو کشور ایران و چین به اواخر قرن دوم قبل از میلاد برمی‌گردد. در طول چند صد سال توسعه روابط تجاری دو کشور با بهره گرفتن از جاده ابریشم در سراسر آسیای مرکزی تأثیر عمیقی بر رابطه بین ایران و چین گذاشت. همزمان با انقلاب مشروطه در ایران، جامعه چین نیز شاهد انقلاب و گسترش گرایش‌های ملی‌گرایانه بود. به دنبال تغییرات وسیع جغرافیایی ایجاد شده و بعد از پایان جنگ جهانی اول و تأکید دو کشور ایران و چین بر حفظ یکپارچگی، یک سال بعد از امضای قرارداد بین ایران و روسیه در سال 1300 خورشیدی، با توافق بین ایران و چین در سال 1301 خورشیدی، رابطه دو کشور وارد دوران جدیدی شد. ایده این که ایران و چین به عنوان تمدن‌های کهن و با توجه به اشتراکاتی که دارند، فکر می‌کنم اگر ما بخوایم درباره رابطه مدرن بین این دو کشور صحبت کنیم، دهه 1920 بهترین زمان برای آغاز این رابطه است. در میانه سلطنت 37 ساله محمد رضا شاه پهلوی، گرایش‌های ماویستی چینی که مخالف همزیستی مسالمت‌آمیز با دنیای غرب بودند، در میان جوانان چپگرا در ایران طرفدارانی پیدا کرد. ماویستا نیروی محرک اقتصادی سوسیالیستی را دهقانان و روستاییان می دانستند و این برخلاف نظر مارکسیستای طرفدار لنین بود که کارگران شهری را نیروی محرک انقلاب قلمداد می کردند. شاه بیشتر به نظر می رسید طرفدار آمریکا و غرب است. او همچنین به صورت فزاینده از اینکه توسط دانشجوها ترور شود نگران بود، که اینها تحت تاثیر گروه‌های افراطی بودند که از انقلاب فرهنگی چین نشأت می گرفتند و این نگرانی زمانی شدیدتر شد که سازمان ماویستی ایرانی در خارج از کشور شکل گرفت و سازمان انقلابی حزب توده نامیده می شد. این سازمان حمایت اکثریت دانشجویان ایرانی در خارج و در اروپا را دارا بود و مورد حمایت اتحاد شوروی بودند. وقتی ساواک از طرح ترور شاه مطلع شد، این باعث شد که شاه بیشتر به چین نزدیک‌تر شود تا از حجم تبلیغات ماویست‌ها کم کند و در حقیقت این دقیقاً صورت گرفت و گسترش رابطه ایران و چین نیز باعث شد ماویست‌های ایران به حاشیه رانده شوند. دیدار رهبر چین از ایران یک هفته قبل از واقعه 17 شهریور 1357 خورشیدی انجام شد و ایران به عنوان اولین کشور سرمایه‌داری میزبان رهبر چین بود. هواکو فنگ در پیامی به شاه از اطمینان خاطر خود به توسعه و تقویت روابط دوستانه بین ایران و چین گفت. اما 4 ماه بعد از آن دیدار، محمد رضا شاه پهلوی ایران را ترک کرد. 6 ماه بعد از پیروزی انقلاب در ایران در سال 57 بود که رهبر چین پیام عذرخواهی خود با آیت الله خمینی را درباره سفر خود در زمان رژیم پهلوی به ایران منتشر کرد و بر حمایت خود از جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد. همکاری بین دو کشور ایران و چین تنها محدود به موارد اقتصادی نبود، بلکه حوزه‌های نظامی را نیز در بر می‌گرفت. دهه 70 خورشیدی یک سری قراردادهای نظامی بین وزارت دفاع ایران و شرکت‌های تسلیحاتی چینی منعقد شد. بر اساس این قراردادها یک سری تسلیحاتی در ایران بومی‌سازی شد، تولید شد و در اختیار نیروهای مسلح ایران قرار گرفت که مهمترین اونها رو میشه به موشک‌های خانواده فاتح اشاره کرد، مثل فاتح 110، فاتح 313. و این موشک‌های فاتح خب دارای سامانه‌های ناوبری هستند که یک سری از شرکت‌های چینی اینها رو ساختن، توسعه دادن که خب دقت اونها رو بسیار بالا برده، به طوری که شعاعشون بین 2 الی 6 متر مربع هستش و در یک دایره خطاشون برابر است با 6 متر. چین همواره نشون داده که حتی اگر از سوی مقامات جمهوری اسلامی به عنوان یک متحد استراتژیک دیده شده، ولی نشون داده که به دشمنان منطقه ایران همواره حمایت تسلیحاتی رسونده، همواره از اونها حمایت تسلیحاتی داشته و حتی حمایت سیاسی. ما در طول جنگ ایران و عراق شاهد بودیم که اگر چینی‌ها به عنوان مثال 100 فروند موشک C-801 ضد کشتی به ایران می‌فروختند، تعداد 3 برابر اون موشک‌های مشابه ضد کشتی رو به عراق می‌فروختند و خب اگر به ایران جنگنده‌های F-7 می‌فروختند به تعداد 56 فروند، چیزی در حدود 100 فروند به عراق می‌فروختند. رابطه بین دو کشور ایران و چین در قبل از
انقلاب سال 57 اگرچه بر اساس تقابل بین دو ایدئولوژی سرمایه‌داری و کمونیستی استوار بود، اما با تقابل بین ایران و آمریکا و انزوای سیاسی جمهوری اسلامی در 4 دهه گذشته، این موازنه به نفع چین تغییر کرده است.